سلام، سلام به شما عزیزان در هر کجایی که هستید، جنوب، شمال، شرق و غرب ایران و هر کجای دیگر این جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در این شماره از تفسیر خبر نیز میپردازیم چون همیشه به آنچه که در عرصه داخلی ایران میگذرد و آنچه که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی مربوط به ایران و مردم ایران میشود. در عرصه داخلی پیامدهای تفاهم نامه اتمی جمهوری اسلامی و 5+1، آنچه آیت الله خامنه ای در این زمینه گفته است. آیا آیت الله خامنه ای آنچه را که دولت روحانی و مذاکرات لوزان بافته بود رشته کرد و آن سوتر دخالت های حکومت ایران، فقیه ایران در یمن چه پیامدهایی برای ایران، مردم ایران و اقتصاد ایران دارد؟ آنچه که توسعه طلبی های حکومت ایران نامیده می شود در مسیر مساله و منافع ملی مردم ایران است و در آمریکا، در پی کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان آمریکا امروز سه‌شنبه، سنای آمریکا آقای جان کری وزیر خارجه این کشور را در ارتباط با برنامه اتمی ایران و مذاکرات با تهران مورد پرسش قرار می‌دهد. با شما عزیزان خواهیم بود در ساعت روبرو همراه با آقای ناصر محمدی عزیز، روزنامه‌نگار در لندن، و آقای فریار اسدیان، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در آلمان. تا لحظات دیگر. جناب محمدی گرامی، ضمن سلام و عرض این که غیبت شما، خب جای خالی شما در برنامه همیشه حس میشه، اما علاوه بر اون بسیاری از بینندگان ما دلتنگ میشن برای دیدار شما. با سلام، عرض ادب دارم جناب چالنگی، خدمت شما، خدمت جناب اسدیان و شنوندگان و بینندگان میندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران. والا این مسئله که فرمودید منو بیشتر خجالت زدم میکنه. امیدوار هستم که قابل باشم و واقعا گهگاهی و اگر نمیتونم بیام، خودتون بهتر از من میدونید و اطلاع دارید که برخی مشکلات هست، ولی به هر حال بسیار خوشحال هستم که شما این مسئله را مطرح میکنید و اشتیاق شنوندگان و بینندگان رو، و من امیدوار هستم که قابل این ستایش شما باشم. خب فروتنی شما که همیشه مثال زدنی بود، اما این رو من به تعارف نگفتم چون بسیاری از بینندگان برای من ایمیل میفرستن، پیام هایی که از طریق فیسبوک شخصی میدن، اینها رو من بازگو کردم، ابراز دلتنگی و پرسش این که آقای محمدی هفته گذشته نبودن، کجا هستن. محبت دارن، همیشه تندرست و سالم و خوب باشید. محبت دارن، انشالله که بتوانم در خدمتشون بیشتر باشم. بله، و آقای اسدیان گرامی با سلام به شما، و امیدواریم که هوای خوبی در آلمان باشه و روزگار خوش حتی المفروض.
منم درود میفرستم خدمت شما جناب آقای محمدی و به هممیهنانم در هر کجای جهان. هوای برلین هم امروز بسیار بسیار زیبا و بهاری است. آقای محمدی عزیز، پیش از هر چیزی برنامه اتمی جمهوری اسلامی و پیامدهای مذاکرات، بله، یک نکته تقریبا به قول ظریفی، نه این محمد جواد ظریف، نکته پردازی منظور این هستش که هر دو طرف، هم آقای خامنه‌ای یه صحبتایی رو میکنه که این برای قضیه، پرزیدنت اوباما میگه نه خیر، این حرفایی که این بابا زده برای مسئله داخلی است، هم پرزیدنت اوباما یه چیزایی میگه، اون طرف قضیه آیت الله خامنه‌ای میگه این حرفایی که ایشون زده برای مصرف داخلی است. این وسط قضیه چی هستش؟ پس مذاکرات برای چی هست؟ قرن 21 کار کدوم یه روایت خاصی از این مذاکرات دادن برای هر هدفی دیگه؟ این روایت های مختلف که نداره که، نمیدونم، جنگ جمل که نیستش که روایت های مختلفی داشته باشه از وقایع جنگ. تفسیر شما رو میشنم، شما بفرمایید چه خبر هست. حالا جنگ جنگ جمل رو مثال زدید، یا مسائل دیگری که در احادیث و روایات به اون اشاره میشه، خب به هر حال جای اون داره که اختلاف تفسیر و اختلاف تعبیر وجود داشته باشه. ولی به قول حضرت عالی، چیزی که مثلا دو هفته پیش خب به یک بیانیه رسیدن، به یک تفاهم رسیدن، آنچه که هر دو طرف میگویند چیزی نیست که بخوان لاپوشونی بکنن. اما درست است که هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی یکدیگر رو متهم میکنن که این حرفا برای مصرف داخلی است. حالا که بنده تصورم بر این است، با توجه به اون سابقه ای که جمهوری اسلامی و رهبرانش دارند، خب خیلی بیشتر احتمال این هست و واقعیت هم همین استش که وقایع و حقایق رو به اطلاع مردم نرسانند. به عکس، در آمریکا سیستم به گونه است که نمیتوانند خیلی چیزها رو بپوشانند. حتی الان مسائلی که بین کنگره آمریکا، چه سنا چه مجلس نمایندگان با دولت میگذره، اختلافاتی که دارند، برملا هم میشه، گفته هم میشه، هیچ ابایی هم از اون ندارد. اما در ایران میبینیم اصلا داستان به گونه دیگری است. ابتدا که این بیانیه صادر میشود، ابتدا که این تفاهم نامه به امضا که نه به توافق هر دو طرف میرسد، میبینیم که همه دارن تبریک میگوین، رقص و پایکوبی در ایران هست، تعبیر و تقدیر و ستایش از آقای ظریف و دولت روحانی و تیم مذاکره کننده هسته و غیره، تا جایی که حتی فرماندهان سپاه هم، فرمانده سپاه و دیگر فرماندهان نظامی هم تبریک میگویند، تا میاد آقای خامنه‌ای حرفی رو میزنه، یک باره میبینیم که همه لعنها عوض میشود. خود آقای خامنه‌ای هم خیلی ساده و راحت باید گفتش که واقعا مسئله حرف مصرف داخلی و غیره نیست. مسئله این استش که میخواهد به اصطلاح در این حالی که همه شواهد، همه مدارک، همه اطلاعات از همه جا وقتی جمع آوری میشه، حکایت از اون دارد که نظام جمهوری اسلامی واقعا تسلیم شده است، تعارف هم نداره. وقتی ما میبینیم که در عراق باید بازسازی بشود به گونه ای که 20 درصد پلوتونیوم تولید نکنند، بعد سانتریفیوژها از 19 هزار تا میرسه بالاخره به 5 هزار تا و 6 هزار تا، و تازه اونا هم ظرفیت تولیدشون، ظرفیت غلیسازیشون 3.67 درصد باشه. در مورد فوردو باید اصلا تغییر بکند به گونه ای که فوردو فقط کارهای تحقیقاتی و پزشکی انجام بده. هم میبینیم که همهش مجموعاً تسلیم شدن است در مقابل غرب، تعارف هم نداره. بدون هیچ گونه واقعاً تردیدی باید گفت آنچه که پرزیدنت اوباما هم اتفاقاً اشاره کرد و دیگر مقامات اروپایی هم گهگاه اشاره می کنند، آنچه که
جمهوری اسلامی رو بارها در این برنامه گفته شده، آنچه که جمهوری اسلامی رو بر سر میز مذاکره کشاند این نبود که فرض بکنید از موضع قدرت بیاد، نه، از موضع ضعف وقتی که آمده و به ویژه آن که جمهوری اسلامی آمده همه به اصطلاح نواقص و نقایصی که در امور اقتصادی هست، در مشکلاتی که برای مردم هست، همه اینا رو وضع کرده به تحریم ها، در حالی که ما میدانیم روزی که تحریم هم نبود، اون باقی که آقای احمدی نژاد بر سر کار بود، میدونی که 4 ساله دوم احمدی نژاد، 5 ساله دومش این تحریم ها برقرار شد که ایشون میگفتن کاغذ پاره است، ولی قبل از اون هم ما مشکلات اقتصادی و مشکلات انواع مشکلات زندگی و معیشت مردم رو داشتیم. بنابراین الان آقای خامنه ای حالا میخواهد اگر هم مصرف داخلی بگوییم بهش، ضمن این که میخواهد اعتراف نکند به اینکه آقا جمهوری اسلامی دستا رو بالا برده و تسلیم شده، در این حال میخواهد از اختلافاتی که بین دوتا گروه وجود داره استفاده هم بکنه. از یه طرف میگوید من حمایت میکنم از دولت و از تیم مذاکره کننده هسته‌ای، با ادامه مذاکرات هم حرفی ندارم، ولی نه، دشمن ما دشمن بدعهدی است، آدمی است که نمیشود بهش اعتماد کرد. خب اگه نمیشه اعتماد کرد، برادر برای چی باش مذاکره میکنی؟ وقتی که مذاکره میکنین به نتیجه میرسین، حالا میگین فکت شیت و به اصطلاح اون چیزی که به اصطلاح اون تفاهم نامه رو روشن میکند، اون رو میخواد آقای خامنه ای بهش اشاره میکنه، حالا آقای ولایتی میگه نه اصلا انتشار این باعث خلل میشود چون مردم رو نباید در جریان قرار داد. به هر حال اوضاع بسیار بسیار آشفته ای هست، ولی آنچه که تمام میکنم سخنم رو، آنچه که مشخص است این است که جمهوری اسلامی عقب نشسته و غرب توانسته آنچه که میخواهد بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و هنوز هم معلوم نیست که تحریم ها برداشته بشود یا نه. آقای خامنه ای گفته بودن باید برداشتن تحریم ها جزء مذاکرات باشه نه نتیجه مذاکرات. حالا میبینیم مقامات آمریکایی به صراحت میگن مسئله 10 ساله و 15 ساله و 25 ساله در میان هست که به اعتقاد من به حقیقت نزدیکتر است. بسیار آقای اسدیان عزیز، ببینید آقای خامنه ای قبلا گفته بود این مذاکرات نوعی نرمش قهرمانانه است و این اصطلاحی که به کار بود، تفسیر آقای محمد اینه که یک نوع عقب نشینی، حالا قهرمانانه هرچه که هست، یک نوع عقب نشینی است. فرمانده سپاه پاسداران آقای جعفری اول اومد و تایید کرد، بله و بسیار عالی، و با ایشون تبریک گفت. دو سه روز پیش اومد حرفشو پس گرفت که خیر هرچی که رهبر بگوید. حالا بگذرم از اینکه این رهبر آیت الله خامنه ای چه تخصصی در مسائل اتمی داره و چه در زمینه‌های دیگه، اون یک بحث دیگه است. یک بار اشاره کردم که جمهوری اسلامی آفتابه که رکن رکین مباحث فقهی و مباحث رساله‌ای در بین علما و حجج اسلام هست در حوزه علمیه، جمله در بیت رهبری و جاهای دیگه هم طبعا به دلیل اهمیت آفتابه موضوع مهمی هست. این رو حتی از چین ایران در حال حاضر وارد میکنه. بعد تخصص پیدا کردن آقای علم الهدا و بقیه، احمد خاتمی، بقیه امامان جمعه، در مسائل اتم فیزیک هستی. این هم مباحثیست به کنار، طولانی شد حرف من. ارزیابی شما رو میشنویم. آیا به گفته نکته پردازی این جام زهر نیست که در تهران سعی میشه به عنوان سکنجبین نشون داده بشه نوشیدنش؟ دقیقا همین است که آقای چالنگی عزیز، این جام زهر هست، خیلی هم تلختر از جام زهری که خمینی نوشید بعد از اون قطعنامه سازمان ملل 598 تسلیم مطلقه. و ایران، این حکومت اسلامی میتونست 10-15 سال پیش امتیازات بسیار بسیار بیشتری از غرب بگیره و میلیاردها دلار رو صرف هیچ و پوچ نکنه. واقعیت اینه که وقتی تیم مذاکره کننده ایران به ایران برگشتن، جشن و شادی و پایکوبی را انداختن
بر اساس تبلیغاتی که کردن متنی رو به مردم ارائه دادن، به روزنامه ارائه دادن، که اون متن با اون تفاهم نامه ای که توی لوزان امضا کردن دو تا جای متفاوته، واقعا متفاوته. همچنان که آقای محمدی هم به درستی اشاره کردن، مسئله سر دروغ و مصرف داخلی و تبلیغات داخلی نیست. مسئله اینه که جمهوری اسلامی از روز اول تا به امروز در رابطه با برنامه‌های هستیش دروغ گفته، دروغ میگه و در آینده هم دروغ خواهد گفت. امروز 213 نفر از اعضای مجلس یک بیانیه‌ای از وزارت امور خارجه خواستن که اون فکشیت یا اون گزار برگ لوزان رو منتشر کنن. چرا منتشر نمی کنن؟ توی بیانیه‌ای که اینا در ایران دادن واسه جشن هم گرفتن، کوچکترین صحبتی از محدودیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران در عراق، در فردو، در اصفهان، در نطنز به هیچ وجه نشده، در صورتی که همه اینا تو متن انگلیسی مشخص شده. و حتی اون چیزایی هم که با تمام امتیازاتی که تلاش میکنه آقای اوباما به حکومت اسلامی بده، حتی صحبت آقای اوباما هم صراحت و روشنی بسیار بسیار بیشتری داره تا این. واقعیت اینه به نظر من این تفاهم نامه که هیچ گونه سند اجرایی نیست، یعنی کسی رو ملزم نمی کنه که خیلی چیزها رو رعایت بکنه، تا ببینیم تو ماه ژوئن آیا این تفاهم نامه به یک توافق نامه منتهی میشه یا نه. بسیاری بدبین هستن. من هم معتقدم که آقای تا هنگامی که آقای خامنه‌ای سر کار، تا وقتی که ایشون در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای، در رابطه با همه چیز ایران تصمیم گیری میکنه، یک راه حل مشخصی واسه این برنامه معین نخواهد شد. یعنی از طرف دیگه آقای اوباما هم توی آمریکا بسیار بسیار تحت فشاره. همین امروز قرار رأی گیری بشه که هر نوع توافقنامه ای با ایران باید به تصویب کنگره برسه. و شما هم میدونید با تمام تلاشی هم که آقای جان کری میکنه که توضیح بده، بسیاری از نمایندگان اومدن گفته این داره واسه ما معامله میخواد، انگار میخواد به ما ماشین بفروشه. یعنی کوچکترین اشاره به اون مضامین اساسی که نگرانی‌های جهانی رو برانگیخته نکرده. یعنی با این وضعیتی که امروز وجود داره، اوباما هم نمیتونه با دست گشاده به سراغ جمهوری اسلامی بره. به اضافه اینکه آقای خامنه‌ای فکر میکنه که جهان غرب هم مثل حکومت اسلامیه که بتونه با یک حکم حکومتی همه چیزو بر بیاندازه. حتی اگر نهادهای مسئول غرب هم بخواهن تحریم ها رو بردارن، موانع حقوقی چون این اجازه رو بهشون نمیده. سن و هممون میدونیم تحریم ها و واقعیت هم این هستش که این برداشتن این تحریم ها در مجموع به یک زمان طولانی احتیاج داره تا جهان غرب، نهادهای مسئول بتونن مسائل هسته‌ای ایران رو روشن کنن، بتونن مهار کنن، بتونن کنترل کنن. و جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای هم هیچ چاره ای نداره به جز از اینکه دستاشون رو بالا کنن. چرا که خط قرمز برخورد غرب با جمهوری اسلامی، من بارها گفتم باز هم میگم، حقوق بشر نیست، دخالتاش در منطقه هست، برنامه موشکیش هست، اما بیش از همه دست نیافتن این حکومت است به بمب اتمی. و اینو آقایون باید بفهمن. اگرم نفهمن، واقعیت‌های تلخ و سخت و بنده اینها رو وادار میکنن که به این واقعیت‌ها تن در بده. خب من یک توضیح کوتاه بدم. اشاره کردن آقای اسدیان به مکانیزم یا ساختار یا شیوه یا روند یا هر چی که هست در آمریکای کشورهای غربی با ایران. در مقدمه امریکن روز گذشته در مجلس نمایندگان آقای جان کری حاضر شده بود، توضیحاتی داد، پرسش‌های بسیار. امروز قرار الان ساعتیه که بعد از ظهر واشنگتن باز در سنا توضیحاتی بده در برابر نمایندگان سناتورها و نمایندگان مجلس. طرحی رو تهیه کردن که طرح قانونی هم هست که بدون اجازه کنگره آمریکا اینجا هیچ تحریمی
رئیس جمهوری حق لغو کردنشون نداره. اینجا چونی یعنی نمایندگان کنگره نمایندگان مردم هن. اینجا رئیس جمهوری به معنی واقعیش فرمانبر مردم هست. حالا به هر حال اون وسط های کارهایی هم قدرتی داره، بله اینو مردم بهش تفویض کردن، ولی کنترل میشه این قدرت، زیر کنترل هست از طریق مکانیزم های مختلف، چه مجلس نمایندگان، سنا، مطبوعات، رسانه ها و بقیه جایی. بنابراین حتی اون قدرت قانونی که جمهور داره برخی از تحریم ها رو که میتونه به اصطلاح لغو کنه، اون رو هم اگر تعداد معینی به یک تعداد معینی برسه اعضای سنا مخالفت کنن، اون رو هم دیگه نمیتونه انجام بده. یعنی قدرت رئیس جمهوری در اون مقطع و در اون سطح هم به اصطلاح محدود هست. خب فرق هست دیگه. در کشورهای مثل ایران میبینیم حرف اول آخر رو یک باقای میزنه که در اون بالا نشسته، آقای خامنه ای در حال حاضر، در جاهای دیگه هم اون اطراف و کشورهای دیگه باز همچنین است. شیوه های مختلف زندگی، راه های مختلفی برای بهبود یا بهتر شدن زندگی انسان ها که انتخاب کردن و سالیان سال پیش اساسش رو گذاشتن در کشورهای مثل آمریکا، که امروز به جایی میرسه که روز گذشته آقای مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه آمریکا که نامزد ریاست جمهوری شد رسما اعلام کرد، با افتخار گفت من کوبای الاصل هست، پدرش مهاجرت کرده در سال 1961 و اعلام کرد با افتخار که من مادرم خدمتکار بوده، یعنی میرفته در خونه خدمتکار بوده، جارو پارو میکرده، پدرش بارمن بوده و میگفت که آمریکا این هست و میشه فرزند یک خدمتکار و یک بارمن نامزدی ریاست جمهوری آمریکا بشه. نظره ایشون هست، چون این هست در برخی از کشورها از جمله آمریکا. و اما آقای محمدی ببخشید از طول کلام بنده، ولی پرسش این هستش در ایران مسئول کیه؟ این همه مخار، این همه دهان مردم گرفتن، این همه مسائل درست شدن، اینجا میبرن در کنگره، حالا به هر شکلی استنتاق میکنن، سوال جواب، باید جواب بدن، شوخی بردار نیست دیپلماسی، که فقط این نیست که مادر آقای خاتمی، آقای روحانی فوت میکنه تسلیت بفرستید یا از این کارا بکنید، نه باید بشینه جواب بده مساله آمریکا چه میشه. در ایران چی؟ کجا میان؟ چه کسی مسئول هست؟ بعد از این همه سال، این همه مصیبت، نزدیک به 200 میلیارد دلار هزینه و بعد برای آقای احمدی نژاد 8 سال تمام مردم رو گرفتن، زدن، کشتن، همچنان هم ادامه داره. همین یه کسی بیاد بگه آقا نخیر باید ادامه پیدا کنه، نخیر ادامه نباید پیدا کنه، جنگ عراق و ایران 8 سال ادامه پیدا کنه، یه روز آقای خمینی بیاد آقا من جام زر نوشیدم تموم بشه، مسئول کیه؟ چه کسی جواب بده؟ اگر اجازه داشته باشم جناب چلنگی، اشاره بسیار کوتاهی به اون چه که جناب اسدیان فرمودن و شما فرمودید داشته باشم، و اون این هستش که ببینید در مورد مسئله اتمی، خب جمهوری اسلامی چی میخواست از این داستان؟ لغو تحریم ها. خیلی ساده و روشن در تفاهم نامه آمده است به قول ایشون که متن انگلیسیش و اینا در همه جا هم هست، میشود خواند، و گفتند، حتی خود مسئولین جمهوری اسلامی هم گفتند که لغو تحریم ها یک جا میسر نیست، به تدریج به سور اگر جمهوری اسلامی به تعهداتی که داده است طبق نظر آژانس عمل بکنه و به تعهداتش اجرا بکنه، اون موقع می توانیم تحریم ها رو به تدریج لغو بکنیم. تعارف هم نداره، برنامه عرض کردم تا 25 سال هم برخیش طول میکشه. میدونیم در مورد عراق هنوز هم، عراق صدام حسین هنوز هم تحریم ها لغو نشده. اما آنچه که جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد
در واقع تحریم خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا و همچنین تحریم مبادلات و معاملات بانکی بود. اینها فعلا سر جاش میمونه. این بحثی که میکنند که از نظر روانی ممکن است تأثیر بگذاره، آره یه تأثیر چند روزه گذاشت، فرض کنید دلار یه 100 تومانی اومد پایین، 200 تومانی اومد پایین، ولی باز برگشت سر جاش. به اون هدف جمهوری اسلامی به این زودی ها نمیرسه، با توجه به اینکه بخواهد هم خیلی از مسائل اتمی رو متوقف کنه. خاطرتون هست بیانیه سعدآباد در سال 2003 وقتی امضا شد، دو سال نکشید که دوباره لاکومورا رو شکستند و کار شروع کردن. غرب و دیگران حق دارن که اعتماد نکنند. اما فرمودید که مسئول کی هست؟ مسئول همیشه اون کسی است که سابقا مسئولیت داشته، الان مسئولیت نداره. همه رئیس جمهورایی که اومدن در جمهوری اسلامی همه‌شون مقصرن الا اون رئیس جمهوری که بر سر کار هست. اما از نظر کلی وقتی بخوایم نگاه کنیم به ساختار نظام جمهوری اسلامی نگاه بیاندازیم، مسئول سیاست‌های کلی نظام بر اساس اصل 110 و 111 شخص رهبر هست. اما بدبختانه به همون حد هم قناعت نمی کند ایشون. یعنی اگر قرار هست فرض بکنید اونجا نوشته که فرضاً دستور صدور دستور جنگ یا صلح با رهبره، ولی دیگه بحث این که به فلان کشور مثل یمن نیرو بفرستم، حوثی ها رو فرض بکنید حمایت بکنم، یا در لبنان فلان کار رو بکنم، اینا اصلا به رهبر مربوط نیست. اما عملاً با آنکه در نظام جمهوری اسلامی قوه قضاییه داریم، قوه مقننه داریم، قوه مجریه هم داریم، همین چند روزه، همین چند هفته اخیر خیلی ساده و روشن در مورد تفاهم هسته‌ای میبینیم که همه اینها چشمشون به دهان رهبره. تا زمانی که رهبر اصلا صحبت نکرده، همه تا حدودی نظراتشون رو گفتن، تبریک و بیا و برو و رقص و پایکوبی و فلان. به محض اینکه آقای خامنه ای صحبتی میکنه، آقای فرمانده سپاه اصلا حرفش رو عوض میکنه، آقای ولایتی یه چیز دیگری میگوید و میبینیم که عملا هیچ کس اصلا مثل که مسئول نداره اون کشور. در همون قوه قضاییه که ما داریم صحبتشو میکنیم که باید استقلال قوا باشه، شما ببینید که بخش فرض کنید تجسس و حراست سپاه پاسداران که هیچ ربطی اصلا به مسئله قضایی نداره تا چه حد مداخله میکنه. یا مثلا در امور اقتصادی فرض بکنید در وزارت اقتصاد و دارایی و اقتصاد باید عامل کار باشه یا بانک مرکزی باشه، میبینیم که نه خیر، سپاه پاسداران برای خودش یه داستان دیگری داره. قرارگاه خاتم الانبیا میبینیم شرکت هایی داره، اسکله هایی داره، آزاد هم از هر کاری هم برای خودش انجام میده، کسی به کسی نیست. یعنی حکومتی که واقعا مسئولیت ها در عین اینکه روی کاغذ نوشته شده ولی عملا اجرا نمی شود، مسئولیت فرض بکنید گفتگوهای اتمی غیره، خب با دولت بوده. همه هم می دانند که وقتی تیم اتمی اونجا داشته مذاکره می کرده، دم به ساعت از بیت رهبری هم اجازه می خواسته و اجازه می گرفته، مجوز می گرفته، ولی باز آخرش باز به نتیجه خاصی نمی رسن. به خاطر اینکه واقعا جناب چالنگی اشاره بسیار درستی کردید، ماننده همیشه مسئول روشن نیست و مسئولش هم حالا یه آدمی است که تو حوزه علمیه تازه مرجع هم نیست. مرجع هم باشه اصلا ربطی به مسائل کشورداری نداره، میتونه حدیث بگه و روزه بگه و نمیدونم روایت بگه و غیره و ذالک. بعد میاد پیش مدعاها میشینه مهمترین بحث مملکتی رو عوض این که با به اصطلاح مسئولان بلندپایه عنوان بکنه، پیش مدعاها میشینه درد دل میکنه. یه دفعه هم که خاطرتون هست به مدعاها گفتش که شما بزرگترین دستگاه رسانه‌ای ما اصلا شما هستین، شما اید که میتونید در مقابل آمریکا و غیره و ذالک بایستید. و اصلا نمیدونم خب این ادامه دادن دشمنی با آمریکا و نمیدونم انگلیس و اروپا و فلان، جز این که
واقعا ضربه های بسیار سنگینی به منافع ملی و منافع کشور زده، چه نتیجه دیگری داشته جز اینکه آقایون در فکر این هستن که یک حکومت شیعی رو همون جوری که آقای خمینی در کتاب کاشف الغطا نوشته، یک حکومت شیعی رو ابتدا در منطقه و سپس در کل جهان برقرار کنن. مسئولیتشون هم همینه، چیز دیگه دنبالش نیستن جناب شرنگی به اعتقاد من. به نکته مددهان حتما خواهیم رسید، چون نکات بانمکی در دیدار آقای خامنه‌ای و مددهان مطرح شد که حتما در ادامه مطرح میکنیم. اما آقای محمدی، آقای اسدیان اشاره کردن به مرجعیت آقای خامنه‌ای. گیرم که حالا یه وضعیتی شده در ایران که ایشون اومده یک رهبر مذهبی، گیرم که ایشون مرجع تقلید هم هست، درس خارج خونده، درس‌های مختلف، همین دروسی که مربوط به حوزه علمی هست که من نمیدونم تا چند اندازه اهمیت بخششون اهمیت دارن در متن زندگی امروزه انسان، بخشی از این دروس اینا به کنار، یک بحث های دیگه است. اما و حرفشون هم پیروانشون قبول دارن، شیعیان قبول دارن، اما ایران داره یه جمعیت بسیار زیاد اهل سنت هست، از سیستان بلوچستان کردستان گرفته و بسیار جاهای دیگه، ترکمن ها جاهای دیگه که در پایتخت خودشون یک مسجد ندارن. بعد آقای خامنه‌ای منظورشون از ملت چیه؟ عزت ملت ایران باید رعایت بشه، هر تفاهم نامه عزت ملت ایران. کدوم ملت ایران؟ بچه های کارتون خواب مگه ملت ایران نیستن؟ دختران ایرانی که ناچار میشن برای گذران زندگی، برای تن فروشی به اون سوی خلیج فارس میرن در دبی و جاهای دیگه، مگر ملت ایران نیستن؟ عزت و شرف ملت ایران که مورد نظر ایشون هست کجا رفت؟ منظور ایشون از ملت ایران کی هست؟ بیت رهبری، حلقه های درونی حکومت فقیه کی هست؟ بله، واقعا سوال بسیار اساسی هست. یعنی از یک طرف مسائل سیاسی رو در بر میگیره، از یک طرف هم مسائل فلسفی که مربوط به ایدئولوژی این نظام میشه اونم مربوط میشه. من پارسال یک سال پیش مقاله‌ای دکتر علی رضا کیانفر نوشته بود در مورد همین مسئله به خصوص که در این مملکت بالاخره مسئول کیه، و این مسئله رو از نظر فلسفی باز کرد. خب شما هممون میدونیم که قانون اساسی تمام اختیارات رو به ولی فقیه میده که اختیار مطلق داره بر همه چیز، و ولی فقیه هم نماینده امام زمانه به اصطلاح، و امام زمان هم که امام، هیچ خطایی نمیکنه، خطا از وی جایز نیست. بنابراین ایشون مطرح کرده بودن که چون در نظام جمهوری اسلامی هیچ کس هیچ مسئولیتی نمیپذیره، یعنی آقای خامنه‌ای به نمایندگی از امام زمان این کارها رو میکنه، هر جنایتی، هر فسادی، هر چیزی که در این مملکت اتفاق میفته مسئولش ایشون نیست. ایشون مطرح کرده بودن که بله، این از نظر فقهی شیعه درسته، بنابراین مسئول مستقیم چون این فجایعی در این مملکت مستقیما خود الله است، کسی دیگه هم نمیتونه باشه. از طرف دیگه آقای چالنگی، پیش از اینکه ایران ما بیایم به ادیان مختلف مردم ایران رو تقسیم بکنیم، جامعه ایران واقعیت اینه که یک جامعه سکولار، یعنی ما سنیای سکولار بیشتر از متأسفین مذهبی داریم، شیعیان سکولار بیشتر از خود شیعیان داریم. جامعه ایران در بافت کلیش مثلا در شهرهای بزرگ، ما با یک جامعه سکولاری طرف هستیم که خواسته هاش، مطالبش، زندگی روزمرهش به هیچ وجه با سیاست های این حکومت همخوانی، هماهنگی نداره. و واقعا این تبلیغات سال عزت ملی، نمیدونم این چیزایی که آقای خامنه‌ای هر سال اسم گذاری میکنه، واقعیت اینه که آخوند شیعه به چیزی به نام ملت باور نداره، باور خارجی نداره. بارها هم گفتن اول ما مسلمان هستیم، ایران واسه اسلاممون واسه خدا خواهش کرد، کوچکترین شک و تردیدی هم در این مسائل ندارن. اما
برگردیم به این مسئله اساسی که امروز گریبانگیر این نظام شده. مسئله هسته‌ای هست که باید حل شه و اونجوری که آقای مسعود نیلی هست از مشاورین ارشد دولت میگه، حتی اگر فرض کنیم امروز، همین امروز تمام تحریم‌ها برداشته بشه، اگر ما نتونیم انتظارات مردم رو اونجوری که بهشون وعده دادیم، یعنی با دروغ و اینا اومدن به مردم یه چیزایی گفتن، مردم جشن هم گرفتن که قسمتی از مردم هواداران و خودشون جشنی هم گرفتن، ما ندونیم واقعیت ها رو میشه. بالاخره این متنا که وجود داره، واقعیت ها رو بشه، مدیریت این انتظارات میتونه شرایط رو بدتر از دورانی که ایران تحت تحریم اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکا بود بدتر هم بکنه و واقعیت هم همینه. آقای چلنگی عزیز، ببینید آقای محمدی عزیز، این ایرادی بر هیچ کشوری نیست که رهبرانش، یعنی بر هیچ دولتی نیست که، چونچه در جهت مساله ملی یا هر مصلحتی که به سود کشورشون هست قدم بردارن. قوانین بین المللی هم هست نظارت میکنه که این حرکت ها در جهت ضدیت با ملت های یا کشورهای دیگه نماشه، که اون حالا بماند. مظهر این قوانین هم مقررات هم سازمان ملل متحد است که تنها به حرفه دبیر کلش سالیان ساله که ابراز نگرانی فقط میکنه. حالا این ابراز نگرانی به کجا ختم میشه، این هم شغلیش دیگه. دبیر کل از بان کی مون فعلی بگیرید تا دک همه شد قدیم دهه 50-60. ببینید روسیه پوتین به هر حال در جهت بازسازی آنچه که امپراتوری روسیه نامیده شده متهم هست که اقداماتی کرد، از جمله اینکه از کارت ایران استفاده میکنه در عرصه بین المللی در ارتباط با آمریکا و کشورهای دیگه غرب. این معامله تسلیحاتی اخیر با روسیه، تحویل فروش موشک‌های روسی، برد روسی به ایران رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ دامن زده به بسیار دیگه از مسائل تنشایی که در منطقه است. جناب شلنگی، من یک بار با دوست مشترکمون استاد عزیزم آقای احرار که صحبت میکردم، گفتم من میترسم یواش یواش جنگ جهانی سوم شروع بشه. گفت آقا شروع شده، حواست کجاست؟ شروع شده. واقعیت این هستش که آنچه که جناب عالی اشاره کردید که هر دولتی در هر کشوری به سود ملت خودش کار میکنه، اصلا وظیفه دولت مگه غیر از اینه؟ ما غیر از نظام جمهوری اسلامی، البته ممکنه نظام های دیگری هم عقب مانده تر از این باشن که ما نمیشناسیم، لااقل بنده نمیشناسم، جای دیگه ای رو نداریم که ملت خودش رو اصلا فراموش بکنه. خیلی راحت و علنی مثلا فردی مثل آقای طائب بیاید بگوید نه آقا خوزستان از بین برود مهم نیست، سوریه برای ما مهمه، اونجاست که نباید تکون بخوره. یا مثلا کدوم کشوری رو شما میبینید که در حالی که اشاره این که کردید اشاره دلخراش و جگرخراشی است، بچه کارتون خواب ما نداشتیم، بچه معتاد اینجوری نداشتیم، اصلا سن فحشا وقتی میگن به 14-13 سال رسیده، تن فروشی آخه نداشتیم، اینکه دخترانمون رو صادر بکنیم به کشورهای دیگه، چنین چیز. اگر حکومت منظورم دولت ها نیست، دولت ها همون جوری که اشاره کردن جناب اسدیان، این دولت ها اصلا کاری نیستن، خود آقای رهبر هست و حالا اشاره کردید به مرجع بودنش، اینم یه رندی که اونا میکنن که حوزه علمیه. چه حوزه علمیه؟ حوزه مذهبی است، اسمشو گذاشتن حوزه علمیه، اونم رضا شاه اومد دانشگاه درست کرد که اصلا علمیه بیاد یه جای دیگه، حالا کاری نداریم. مسئله این هستش که نسبت به ملت خودشون اصلا احساس مسئولیت ندارن. شما میری در ونزوئلا اونجا بیمارستان میسازید، در عراق میبرید اونجا بیمارستان رو راهسازی میکنید، ساختمان میسازید، ساختمان سازی میکنید، در لبنان این کارو میکنید،
اون وقت در خود ایران، در خود تهران کارتون خواب باید باشه. بله. نه مسئله همون موشک‌های روسی رو می‌فرمودید آقای محمد. حالا مسئله موشک‌های روسی، ببینید می‌دونیم که این مسئله S-300 ها رو سال‌ها پیش خریداری کردند و 800 میلیون دلار آنچه که در گزارش آمده پولش هم داده شده بود و بعد روسیه بهانه در می آورد که اختلاف مالی داریم و غیره و ذالک. وقت درست در موقعی که منطقه در تشنج و تنش بسیار بی سابقه به سر میبره به واسطه مسائل یمن، به واسطه مداخله ای که جمهوری اسلامی در حمایت از حوثی های یمن کرده، یهو میبینیم عربستان به هر حال احساس نگرانی میکنه، 1800 کیلومتر فقط مرز داره با یمن، یک کشور دیگه از جای دیگه بلند شده آمده داره کاری رو میکنه که واقعا منطقه رو به هم بزنه. حالا درست در همین موقع آقای پوتین یادش افتاده که موشک‌های S-300 رو تحویل بده، 5 فروندش رو، اون چی که میگن 5 سامانش رو به زودی تحویل خواهند داد. این یعنی یک خطر بسیار بسیار بزرگ که از یه طرف خود ایران درگیرش، از یه طرف عربستان همراه با 10 کشور دیگر، و اگر این مهماتو این موشک‌ها یعنی این سامانه‌های موشکی S-300 به دستش برسه، علاوه بر اون چیزی هم که داره، واقعاً خطر رو آدم احساس می‌کنه که ممکنه دامنگیر مملکت خودمون بشه. و متأسفانه الان اشاره می‌کردید به اهل سنت و اهل شیعه، اصلاً اثری از هیچ کدوم باقی نمونه و کشور ما رو تکه تکه بکنن و هیچ بعید هم نیست که همچین اتفاقی بیفته اگر اینا نخواهند عاقلانه عمل کنند و الا اگر بکشن عقب به وسایل خودشون بپردازن. من قول میدم جناب چالنگی هیچ دنیا باهاشون کاری نداره، خیلی راحت میتونن کاراشون رو کنن. اون تا این توسعه طلبی ها، زیاده طلبی ها، دنبال حکومت شیعه رفتن ها و این بازی هایی که در منطقه درست کردن در هر کشوری مداخله میکنن، خب طبیعتاً کار رو داره به طرف جنگ میکشونه. متاسفانه آقای اسدیان عزیز، پیش از پرسش بعدی من از شما دوست داشتم این نکته رو بگم که اسم بردن از آقای احمد خان احرار، جناب احمد احرار، بنده یکی دیگه از کسانی هستیم که مفتخر هستیم داشتن دوستادی چون احمد احرار بزرگ، روزنامه‌نگار، مورخ و تحلیلگر تاریخی، مقیم پاریس هستن مثل بسیاری دیگه از هم نسلان روزنامه‌نگار خودشون، همچون آقای سیروس آموزگار و همچون آقای مهدی سمسار و کسانی چون آقای احرار جانشین ناپذیر هستن. خوشبختانه سرحال و الهی غیرومن، بله سرحال و خوب در عالم و دنیای مطبوعات ایران، سرحال و خوب و بانشاد در پاریس هستن و همچنان فعال گاه در برنامه ها گزارش های ویژه همکار نازنینمون، همکار دیرینه ما جناب محمد رضا شاهید از پاریس، زیر آسمان پاریس چهره آقای احرار، سخنان آقای احرار رو شنید. آخرین کار اقدام ایشون در سمت سردبیری روزنامه کیهان چاپ لندن بود که در همراه با آقای محمدی و بقیه همکاران. به هر حال عمرشون دراز، تندرستیشون پایدار باشه آقای احرار عزیز. آقای اسدیان، اونچه رو که آقای محمدی گفتن با اونچه که من گفتم مطمئنن شما موافق هستیم در مورد آقای احرار، اما اگر هم نیستید حتما خواهید گفت، ولی با اونچه که آقای محمدی گفتن درباره روسیه و روابطش با حکومت ایران چی؟ تفسیر شما بیشتر. بله جناب احرار، ما هم ارادتمند ایشان هستیم و چه کسی هست که با قلم و روزنامه سر و کار داشته باشه و ارادتمند ایشون نباشه؟ و اون حرفی هم که زدن حرف بسیار درستی است. مدت هاست جنگ جهانی در حال انجامه، فقط این جنگ ها داره فعلا داره نیابتی انجام میشه
و سیر حوادث هم به این طرف میده که به اون تصادم بزرگ برسه. اما من به خرد انسانی باور دارم، امیدوارم که بشه این خطر بسیار بزرگی رو که فاجعه انسانی تصور ناپذیر رو در پی خواهد بتونن کار کنن. آقای چالنگی عزیز، شما میدونیم میبینیم که یکی از مسائلی رو که آقای خامنه‌ای بسیار روش پافشاری میکنه، حتی بیشتر از بازرسی های سرزده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسئله تحریم هاست. میگه باید تحریم ها به هر صورتی هست قیمت بر چیده بشه. آقای ناصر محمدی به خطرات توانایی های نظامی ایران در منطقه، رقابت های تسلیحاتی در منطقه اشاره کردن که بسیار هم درست. اما ببینید، درست در همین وقوعی که آمریکا و پنج به اضافه یک دارن اصرار میکنن، نشون میدن که تحریم ها نمیشه به یک بارگی برداشته بشه، چون یک روند طولانی قانونی رو باید پشت سر بگذره، کلی مسائل جنبی باید انجام بشه تا ما بتونیم این تحریم ها رو به مرور برطرف. درست در همین موقعیت آقای پوتین میاد لغو منع فروش سامانه های S-300 رو انجام میده. از اون طرف S-400 رو به چین میفروشن. خب سوالی که برای هر بیننده، برای هر مخاطبی میتونه مطرح بشه این خواهد بود که اگر تحریم ها برداشته بشه این پولا کجا میره؟ چون ما در دورانی هم زندگی کردیم، دورانی را هم به یاد داریم که تحریم هایی وجود نداشتن و وضع مردم ایران با امروز تفاوت چندانی نداشت. خب این پولا رو به کجا میخوان بدن؟ از یک طرف دیگه اومدن مطرح کرده سخنگوی وزارت انرژی ایران آقای کمالوندی، میگه که ما قرارداد دو تا نیروگاه دیگر هم با روسیه بستیم، چین هم داره وارد میشه، سه تای دیگر هم در راه. خب این پولا اگر قرار باشه تحریم ها برداشته بشه صرف اینا خواهد شد؟ ببینین، کشوری که بزرگترین زیانو از یک توافق اصولی ایران با جهان غرب اگر به دست بیاد خواهد دید، فقط روسیه است. فقط و فقط روسیه است. با توجه به اینکه فروش نفت اومده پایین، یعنی قیمت نفت اومده پایین، از این پایین تر هم خواهد اومد، با توجه به اینکه به هر حال غرب به روسیه رو در اوکراین مهار بکنه، اما یکی از مناطق استراتژیک روسیه در اروپا در حال فروپاشی، یعنی روسیه استفاده چندان نمیتونه از این بکنه. من خودم بر این باورم که پاسخ روسیه به آمریکا و جهان غرب مسلح کردن ایران، جلوگیری از ایران برای هر گونه تفاهمی با جهان غرب و هر گونه توافقی با جهان غرب به ویژه در مورد مسائل هسته‌ای است. یعنی میفهمید از ایران به عنوان یک کارت در بازی با آمریکا و یک کارت بسیار. شما توجه بکنید آقای خامنه‌ای تا الان کوچکترین اقدامی علیه منافع روسیه بر نداشته، چه در منطقه در جهان. یعنی بزرگترین، بیشترین سوء استفاده ای رو که یک کشور قدرتمند تونسته تا همین امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، از مسئله مذهب، از درگیری مذهبی، از براه انداختن جنگ شیعه و سنی در منطقه ببره، فقط روسی هست. فقط و فقط. و آقای خامنه‌ای هم به باور من کوچکترین اقدامی تا وقتی که ایشون تصمیم گیرنده نهایی در مورد مسئله نخواهد گرفت که منافع روسیه رو به خطر بیاندازه، و ما در این زمینه باید هوشیاری بیشتری به خرج بدیم، مخصوصا حتی همونهایی که در حکومت هستن و دلشون واسه این مملکت می‌سوزه. آقای محمدی عزیز، وقتمون کوتاه، حدود 3 دقیقه. ببینید، حکومت ایران متهم است که هر بحرانی رو با یک بحران جدید لاپوشونی میکنه، مثلا جنگ ایران عراق پیامدهاش رو بلافاصله با فتوای قتل سلمان رشدی بحران تازه ای آفرید، و همینطور الان متهم هست که این مسئله اتمی و پیامدهاش رو، جام زهر سکنجبین نمایی رو که آیت الله خامنه‌ای در دست گرفته، با دامن زدن به بحران یمن سعی میکنه به پوشونه، و حملات ایشون به عربستان پاسخ
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان نشون دهنده گسترش تنش است. این اقدام رو و آتشیاران معرکه هم هستند دیگه، چه در منطقه، چه در عرصه بین المللی، چه در نمازهای جمعه در ایران و جاهای دیگه. تفسیر شما رو میشتم، ایران در جمهوری اسلامی داره به کجا کشیده میشه در منطقه؟ ببینید، اگر تمام این تاریخ 35 ساله اخیر رو یه نگاه کلی بهش بندازیم، میبینیم اصلا این یکی از روش‌های جمهوری اسلامی است، بحران سازی، چه از نظر داخلی چه از نظر خارجی. اصلا کارشون همین بوده، چیز دیگری هم نیست. حالا به قول ایشون اصلا همه اختیارات رو خب دادن دست روسیه، از اون طرف هم مسائل مالی که واردات چین هستش که شما اشاره بهش فرمودید. ولی به طور کلی همین الان وقتی آقای خامنه‌ای می‌نشینند و در نطق خود میگن بینی عربستان رو به خاک میمالیم و فرماندهان سپاه هم یه همچین نظراتی رو بعد از ایشون تکرار میکنند، واقعیت این هستش که بله، بحران دیگری رو میخوان بسازن، ولی این بحران واقعا بحرانی است که دیگه مسئله اتمی نیست که بتونید جمع و جورش کنی به این صورت. اگر خدای نکرده اون بحرانی که آقای خامنه‌ای صحبتش رو میکنه و دقیقا اصلا میگوید عربستان بینی سعودی ها در یمن به خاک مالیده خواهد شد و فرماندهان نظامی هم همون رو تکرار میکنند، این یعنی چی؟ یعنی جنگه. حالا اسمشو گذاشتن جنگ نیابتی، در حالی که نیابتی نیست، اصلا دارن درست حسابی جنگ میکنن. و این فرمایش شما، نظریه شما کاملا درست است که بحرانی رو با بحران دیگر بروند دنبالش. در زمینه اجتماعی هم ما همین رو دیدیم همین الان. ولی فقط یه اشاره کوتاه میکنم، سپاه اعلام کرده استش که ما یه تظاهرات 12,000 نفری خواهیم گذاشت، به خاطر اینکه بعضی گروه ها اومدن تظاهرات کردن مانند معلمان و غیره و غزالک، ما هم بیام قدرت نمایی کنه. قدرت نمایی در مقابل کی؟ در مقابل مردم. هر بحرانی رو با یه بحران دیگه، به صورتی که بحران قبلی اصلا فراموش میشه بعد از دو سه ماه. نگاه بکنید به مسئله قنچه قوامی، نمیدونم اونو یکی دوتا نیست، از میر سیافی گرفته تا برسیم به بچه های جدید، همش کار جمهوری اسلامی همین بحران سازی بوده. یکی از دلایل بقاش هم شاید همین باشه. خب این نظریه من تنها یا نظر من نیست، بسیاری چنین میگن که و دیدن مسیر نشون داده این 30 چند ساله که جمهوری اسلامی بحران در پی بحران. من فقط مطلبی رو دارم در این زمینه، در مورد کشوندن ایران به اوضاع داخلی یمن که در وبسایت گویا چاپ شده، بسیار یمن و میدان ونک تهران، چون به نظر میرسه یه سیاست رو فکر میکنه، این سیاست پیشبرنده است و اون چه که در میدان ونک در برابر معترضین انجام میدن، فکر میکنن خارج از ایران هم به نظر میاد تصمیم گیرندگان در تهران که شاید کارساز باشه با فرستادن دو ناو بابل‌مندب و بقیه جا. بله، باید دید. بله، سپاسگزار هستیم جناب محمدی گرامی. ممنون از لطف شما. بسیار از شما ممنون. و همینطور سپاسگزار هستیم از شما آقای اسدیان عزیز. منم سپاسگزارم آقای کریمی. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دراگ، دنا، الوند، کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.